آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی کالج سلطنتی نظامی کانادا با ما همراه هستند. آقای حسنیاری، ضمن خوش آمدگویی به شما، علی‌رغم وعده‌های متعددی که مثلا روسیه در تحویل موشک‌های S-300 به ایران داده، تحویل این سامانه بارها و بارها به تأخیر افتاد، در صورتی که روسیه موشک‌های S-400 رو به سوریه واگذار کرد. با یک چنین کارنامه‌ای از روسیه، وزیر دفاع ایران گفته که تهران و مسکو برنامه‌هایی برای همکاری در حوزه فناوری نظامی رو در دستور کار خودشون دارن. چرا اینقدر ایران اصرار داره که از روسیه خرید نظامی بکنه؟ آیا روسیه تنها گزینه برای ایران هست؟ بدقولی‌های روسیه در گذشته حتی صدای آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران رو هم در آورد. روس‌ها در طی تاریخ و همچنین اخیراً همواره نشان دادن که طرف مورد اعتمادی نیستند. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران در شرایط بسیار سختی است در روابط خود با جهان خارج، به خصوص با کشورهای تولید کننده تسلیحات پیشرفته، چاره دیگری ندارد مگر اینکه به روسیه و یا احیاناً به چین متوسل بشه برای تامین نیازهای تسلیحاتی خود. و اصرار ایران علی‌رغم بدقولی‌های روسیه برای خرید تسلیحات از روسیه رو در این قالب بایستی بررسی کرد. آقای حسنیاری، از طرفی روس‌ها تولید تانک T-90 رو به ایران پیشنهاد دادن، ولی ایران گفتش که خودش داره یک تانک تولید میکنه. آیا تولید تانک در ایران به لحاظ حالا کیفی و هزینه‌ای برای ایران به صرفه هست، و یا اینکه چرا اصلا ایران نسبت به پیشنهاد روسیه ابراز بی‌میلی کرد؟ خب ببینید، اگر نگاه بکنیم به همسایگان هممرز ایران، می‌بینیم که عراق و ترکیه در غرب قرار دارن، در شمال آذربایجان و ترکمنستان، در شرق افغانستان و پاکستان، و در جنوب خلیج فارس. هیچ کدوم از این کشورها به احتمال بسیار زیاد در آینده قابل پیش بینی با ایران وارد جنگ نخواهند شد. در نتیجه نیازهای تجهیزاتی ایران بیشتر هواپیماست، بیشتر موشک هست و همینطور نیروی دریایی قابل اعتمادی. در نتیجه از اونجایی که روس‌ها ظاهراً به این نتیجه رسیدن که هر چیزی رو میتونن به ایران بفروشن به خاطر شرایط سخت ایران، در نتیجه پیشنهاد فروش این تانک رو هم کردن که به مصرف قابل مصرف نیست به واقع برای ایران، به خاطر نیازها چیزهای دیگری هست. خب از طرف هدف روس‌ها از این دست معاملات با ایران چه هست که سال‌ها هم به طول می‌انجامه، از جمله همون سامانه S-300 و مرتب هم عملی کردنش به تأخیر میفته؟ آیا ممکنه که روسیه از اونها به عنوان برگی برای چانه‌زنی با غرب استفاده بکنه؟ هدف روس‌ها چه هست؟ بله، اگر نگاه بکنیم به روابط ایران و روسیه، از زمان این روابط به گرمی گراییدن که به پرونده هسته‌ای ایران وارد مراحل سختری شد و روس‌ها مانند هر ناظر دیگری بر این امر واقف شدن که ایران چاره دیگری نداره ولی مگر اینکه توسل به روسیه و استفاده از اهرم روسیه برای کاهش تحریم یا فشارهای بین المللی. ولی از اونجایی که روس‌ها نشان دادن، چه در آژانس بین المللی و چه در شورای امنیت سازمان ملل، که با غربی‌ها همراهی خواهند کرد هر زمانی که منافع اونها ایجاب بکنه، به چنین کاری دست دادن. ولی به طور کلی روابط ایران و روسیه رو بایستی در قالب این امر بررسی کرد که این روابط تقریبا می شود گفت یک جانبه هستن. روسیه دست بالا رو داره، حالا چه در روابط دو جانبه و چه در مسئله سوریه، و در نتیجه ایران راه دیگری نداره مگر اینکه، یا دو راه داره البته، یا اینکه همچنان به اتکای خود به روسیه ادامه بده و یا اینکه روابط خود رو با کشورهای غربی مناسب تر بکنه و از این نیاز به روسیه بکاهه.